از آن روزی که دل شد آشنای تو، کبوتر شد دل من در هوای تو، کبوتر شد که بگشاید بر و بالا فراز گنبد و گل دست های تو، کبوتر شد که با دل نام بنویسد به نام قطره اشکی برای تو، کبوتر شد به نام یک سلام از دل و اینجا کربلا. کبوتر شد که با دل نامت باشم و اینجا کربلا یعنی به جای تو، گرچه مانده ای دور از مجاورها و اینجا کربلا یعنی آب زنید راه را دختر عشق آمده، مژده دهید شاه را خواهر عشق آمده، ببین جلال و جاه را مادر عشق آمده، خبر دهید ماه را اختر عشق آمده، به مهر او از آسمان هزار کوکب آمده، حضرت هاشمیان زینب کبرا آمده. ربنا على أحمد والميامين، أحمد والميامين، كل عام سعيدة أيام الموالي، أيام الموالي، صلي يا ربنا على أحمد والميامين، أحمد والميامين، برسول الله لكم أسوة في المضامين، أسوة في المضامين، بعده يأتي حيدر هو خير الوصي، هو خير الوصي، بار ونبيا ونبيا ونبيا، يبحث وصيا وصيا وصيا، آمنا ورضينا بالعتر اقتدينا، آمنا ورضينا بالعتر اقتدينا، أيامكم سعيدة أيامكم سعيدة سعيدة. امروز روز زيبائي صبر است، روز تولد
ستارگان پایداری در آسمان. بانو، دنیا مدیون خطبه های آتشین توست، دنیا مدیون هنجره و فریاد های توست، دنیا مدیون رسالت بانویی با عظمت، با حماسه و حمیت است. تو نه تنها زینت پدر، بلکه زینت تمام بانوان عالمی. وحسين من بعده طود عز وإيثار، طود عز وإيثار. يطهر سلالة 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 من بيت الرسالة رسالة رسالة. هالصف واكتفينا بالعجرة اختفينا. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما. سلام علیکم، شبتون بخیر باشه ان شاء الله و اسعد الله ایامکم. ان شاء الله هر کجا هستید در پناه حضرت حق باشین و این ولادت پر خیر و برکت که لبخند رو بر لبان اهل خانه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نشانده برای شما پر از خیر و برکت و میمنت باشه. امام زمان رو هم تبریک عرض میکنیم به خدمتشون و ممنونیم که ما رو ما بین تمام خوبانی که در دل او جای دارن و جزء خوبان حقیقی هستن ما رو هم جای میده. امشب یک تبریک بسیار بسیار گرم هم به ساحت مقدس ولی نعمتمون حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم که تحت سایه ایشون و رایه ایشون روزی میخوریم و نفس میکشیم. یا حسین، ولادت خواهرتون مبارک باشه. و به محضر قمر منیر بنی هاشم، قمر هاشمیان ابوالفضل العباس تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به ایشان هم میگوییم و ارادت خودمون رو ثابت میکنیم که آقا جان بر شما هم ولادت این بیبی بزرگوار مبارک باشه، همان بانویی که به دستور علی علیه السلام شما کفیلش شدید. و همه این دست گلها به ساحت مقدس یک یک انوار قدسی از طرف اینجا کربلا. ای فرشته ی لحظه های تنهایی حسین علیه السلام، میخواهم از تو بنگارم. تو همان پروانه پر و بال سوخته بر بالین شمع مقتلی، تویی که ساعتی از شاه کربلا جدا نبوده ای و قبل از نمازت به چهره نورانی ابا عبدالله نظر میانداختی. توی باعث شادمانی حسین، توی دخت علی و فاطمه، توی خواهر مکرمه حسن و حسین و عباس. چه مقام و مرتبه ای ای بانوی سراسر دولت عشق. تو اینک می آیی و دلها خرسندند از آمدنت. یا زینب، ما اهالی شهر 14 ستاره ایم، خدا را برای لحظه لحظه بودنت ستایش میکنیم. از آن زمان که شکوفه زدی و مهمان تلاطم روزگار شدی، خدا برای بودنت برنامه داشت. تا روزی که شکوه نامت را که زینت پدر بود بر همگان ثابت نمودی.
آیا این بهار اهل بیت علیهم السلام شکوفایی خیش را در بطن مصائب دنبال نخواهد کرد؟ اینها را میتوان از کربلا پرسید، چیزی جز ما رأیت الا جمیلا پاسخ آن نخواهد بود. تو آن بانویی که پایداریت کوه را صبوری می آموزد، ایستادی تا گلهای سیلی خورده حرم را پرستاری کنی، ایستادی تا سیاه کاری یزیدیان پنجره های حقیقت را تاریک نکند. پایداریت هیبت ذوالفقار را به خاطر می آورد، بردباریت متانت فاطمه را. ای بزرگ، حماسه ایستادنت کربلایی دیگر است. بانو، آمدی و بوی کربلا از تو برخاست. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. امشب این سلام به معنای عرض تبریک به یک یک دو نور حضور در کربلاست. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیقین. السلام علیک یا قمر العشیره، یا من وفا به بیعتین، و یا ساقی العطاشا، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام علیک یا مولای یا ابن رسول الله. السلام علیک یا مولای یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا مولای یا ابن فاطمه. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. صلى الله عليك يا مولاتي يا أقيلة العرب يا بنت علي المرتضى. السلام عليك يا جبل السام. السلام عليك يا عمة ولي الله، يا أخت ولي الله، ويا بنت ولي الله. سلام بانو، آمدنت مبارک. ما چاکرانت را نگاه رأفت فراموش منمای. اللهم صل على الامام الشهيد المقتول المظلوم المخذول والسيد القائد والعابد الزاهد الوصي الخليفة الإمام الصديق الطهر الطاهر الطيب المبارك والرضي المرضي والتقي الهادي المهدي الزاهد الذائد المجاهد العالم إمام الهدى
صبط الرسول وقرة عين البتول صلى الله عليه وآله. خب بینندگان عزیز، قبول باشه زیارتتون، صلوات بخشی از صلوات خاصه آقا سید الشهدا علیه السلام رو هم با هم زمزمه کردیم. خدا رو شکر که توی این ایام با این فرح و سروری که در دل خانواده آقا امیرالمؤمنین هست از ولادت این نازدانه‌ای که خداوند بر او نام گذاشت زینب یا زینب که در کسرت گفتار شد زینب، ما در کربلا هستیم و نایب و زیاره شما و برنامه اینجا کربلا رو داریم تقدیمتون میکنیم. حضرت زینب که درود خدا بر ایشان باد در جمله ای فرمودند: نیای گرامم، یعنی جد بزرگوارم محمد مصطفی که درود خدا بر او باد، فرمود هنگامی که زن نیکندیش و درست کردار نمازهای پنجگانه اش را بخواند و روزه رمضان را بگیرد و دامان خود را پاک و پاکیزه گرداند و با همسرش هماهنگ گردد و حقوق او را رعایت کند، به او گفته می شود که از هر یک از درهای بهشت که زیباست و پر نعمت می توانی به بهشت درآیی. الگوست زینب کبرا برای همه آزادگان عالم، نه فقط برای قشر خانم ها، بلکه برای آقایون هم به عنوان صبر، پایداری و استقامت و تلاش برای حصول نتیجه. زینب کبرا صلوات الله علیه اسوه ای هستند برای دریافت تمام این درس ها و معارف که با اتکال به این بانوی گرانقدر اسلام که برای همگان و یک یک ذوات مقدسه به حرمتی که در درگاه خداوند متعال داره دارای احترام هست، ما می توانیم مسیر زندگی رو با تمام مشکلاتش هموار کرده و به نتیجه مطلوب برسیم. اولین میان برنامه رو تقدیم شما میکنیم. در کربلا چه خبر بوده این چند روزه؟ بیان دست توسل بزنی، بیان تا حرم پل بزنی، بخونی زینب گل زهرا دوباره ستاره میباره، دوباره ستاره میباره، کوچه ها بهاره بازمالی گل میکاره، بازمالی گل میکاره، بازمالی گل میکاره. تیره در خونه ی زینب دل من جایی نمیره، تیره در خونه ی زینب دل من جایی نمیره، تیره در خونه ی زینب دل من جایی خیره در خونه ی زینب دل من جایی نمیره، خیره در خونه ی زینب دل من جایی نمیره. خوش به حال اونی که این شب از حسین عیدی میگیره، خوش به حال اونی که این شب از حسین عیدی میگیره. گوهر نایاب آخه خواهر ارباب، گوهر نایاب آخه خواهر ارباب، زینت جنت خدا زینب رو دل رو نوشته یا زینب، ملیکه عرض و سما زینب، ملیکه عرض و سما زینب. کوچه به کوچه رو گل بزنید، به حافظ تفاعل بزنید،
بزنیم دلا چون آب دریا بیان دست تبسل بزنیم بیان تا حرم پل بزنیم بخونیم زینب گل زهرا دوباره ستاره میباره دوباره ستاره میباره دوباره ستاره میباره کوچه ها بهاره 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 بازم علی گل میکاره بازم علی گل میکاره غیر در خونه یه زینب دل من جایی نمیره غیر در خونه یه زینب خیلی در خونه یه زینب دل من جایی نمیره خوش به حال اونی که امشب از حسین عیدی میگیره خوش به حال اونی که امشب از حسین عیدی میگیره گوهر نایابه آخه خواهر اربابه زینت جنت خدا زینب رو دل من نوشته یا زینب زینت جنت خدا زینب رو دل من نوشته یا ملیکه عرض و سما زینب ملیکه عرض و سما زینب زینب یا زینب قنداق رو دست برادره قنداق رو دست برادره با خنده از حسین دل میبره با خنده از حسین دل میبره میخونن همه صد قل هو الله میخونن همه صد قل هو الله علی میگه مثل پیغمبره علی میگه مثل پیغمبره پیغمبر میگه مثل حیدره فاطمه میگه فاطمه میگه فاطمه میگه هزار ماشاءالله با صداش با چشاش با نگاش با صداش با چشاش با نگاش میبره خنده هاش خنده هاش خنده هاش خنده هاش دل از دل هر دو داداش دل از دل هر غیر در خونه یه زینب دل من جایی نمیره غیر در خونه وسط یا حسینو بگم جایی غیر در خونه یه زینب خب دوستان خوب و بینندگان یک تبریک ما نه اینکه جا انداخته باشیم میخواستیم که تصویری تبریک رو به ساحت مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین ارائه بداریم که اون رو هم با تصویر نجف که الان از ذریح مبارک حضرت داریم برای شما به طور زنده پخش میکنیم عرضه میداریم که یا امیر المؤمنین شاه کرم یا امیر المؤمنین یا ذلمنن آجان مبارکتون باشه خدا به شما عنایت دوباره‌ای داشت و دختری رو ارزانی کرد به نام زینب که حقا او زینت دامان شما شد سخن آتشینش چون ذوالفقارت هیبتش چون فاطمه شجاعتش چون حسین صبرش چون حسن او از تو آموخت که چگونه سختی ها و مشکلات را به زیر آورد و نامی از خیش به یادگار بگذارد که هر کجا حرف از استقامت به میان آید استاد اول می شود در دانشگاه عشق آقا جان بر شما و بر صدیقه کبرا فاطمه زهرا این ولادت رو تبریک و تهنیت عرض می کنم مبارکتون باشه خب بینندگان دوست داشتنی من میخوام حرف هامو اینجوری آغاز بکنم روانشناسان معتقدند که سه عامل مؤثر میشه در اینکه یک شخصیت شکل بگیره و در جامعه خودش بارز بشه وراثت، تربیت و محل اون
بزرگ شدن، یعنی محیط، اینها مؤثر در تکوین شخصیت یک انسان هستند. به زندگی صدیقه صغرا، زینب کبرا که نگاه میکنید، از این سه فاکتور و از این سه عامل برخوردار هست. یک، گفتیم که وراثت. وجود نازنین زینب کبرا سلام الله علیها با ارثی که از پیغمبر صلوات الله علیه جد مبارکشون بردند و مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها، از این فاکتور به بهترین نحو و پاکترین و زیباترین وراثت ها نصیبشون شده. آقا رسول الله در یک روایتی میفرمایند که فرزندان فاطمه من، یعنی حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، همگان که من ولی سرپرست نسبی آنها هستم، از طینت پاک و مطهر برخوردار هستند. این خیلی کوتاه از فاکتور وراثت. میایم خدمت شما عرضم که سر عامل دوم، تربیت، تا حدود 4 الی 6 روایت ها مختلف از محضر وجود نازنین آقا رسول الله، حضرت صدیقه طاهره و امیر المؤمنین پرورش رو پذیرفتند و بزرگ شدند. ما بقیه زندگی رو باز در محضر پدرشون امیر المؤمنین بودند. از مکتب امام حسن مجتبی خیلی درس ها گرفتند و در محضر امام حسین هم درس آموختند. بنابراین حضرت زینب در یک همچین خانواده‌ای تربیت شد، مسلماً مستثناترین و استثنایی ترین خانواده عالم رو میتوان با وجود امیر مؤمنان حضرت زهرا سلام الله علیها رقم زد. و اما محیط، یکی دیگر از عامل‌هایی که ایشون رو یک بانوی بزرگواری به جامعه داره معرفی میکنه، محیطی است که در او زندگی کرد و فعالیت داشت. محیط از زهرا که کانون فضائل و صفا و صمیمیت و رشد و نمو خاصی رو برای او به بار آورده بود، موجب شد از او شخصیت بزرگ و خاصی بسازد که امام معصومشون و هم زمانه با ایشان بفرماید که عمه جان الحمدلله شما مفهمه هستید که نیازی به فهماندن ندارد و معلمی هستید و معلمه ای هستید که نیازی به آموزگار ندارد. یعنی خود شما به حمدالله در کهن و بهن علم و فهمش، که خب خیلی مبحث خوبی هم هست، تبحر داری و نیازی به دیگران نداری، تو خودت میدونی. میدونی چرا؟ چون ما ایشان رو به عنوان تالیتل و معصوم میخوانیم، حضرت زینب سلام الله علیها. ولی آم خدره ای که فرمود حیا، حجاب، عفت از مادر برسد، شجاعت، فصاحت و ابهت از پدر، معجون. وقتی که می دیدن حضرت رو حابت و ناس، این که به ترسن ابهت عجیبتش منسوب به حضرت صادق علیه السلام، مفرمد راه می رفت عممون مثل امیر المؤمنین راه می رفت سلام نگاه می کرد اون عظمت و ابهتی که در چشمان جدمون امیر المؤمنین بود، سلام علیه به اون صورت بود. حضرت سید شهدا علیه السلام دارن قرآن میخونن، بی بی وارد شد، قرآن رو بوسید، به تمام قد باشد، بس به تمام قد باشد. یه وقت بی بی وارد اتاق شد، حتی محمد حنفیه نشسته بود، حضرت عباس علیه السلام، برادرانش حسنین علیه السلام، کوچک و بزرگ بنی هاشم به تمام قد جلو این علیا مخدره پا میشد. صدوق علیه رحمت و رضوان در کمال الدین، شیخ طوسی ابو جعفر
علیه رحمه در غیبت الغیبه و علامه مجلسی در بحار فرمد نائبت الامام نیابت خاصه داشت. میدونید در زمان غیبت صغران 17 تا نائب داشت امام عز علیه السلام، 4 تاش بعد شدن وکلاء خاص. یکی از این 17 تا حضرت حکیم خاتون بود سلام الله علیها، دختر حضرت جوان صلوات الله علیه. اموراتی که زنها مراجعه میکردن به ایشون و اونها هم از حضرت صاحب سلام الله علیه میپرسیدن، اما نیابت خاصه از امام معصوم از آن یک نفر بود که اون حضرت زینب سلام الله علیه. فرمود خواهرم تا حال علی ابن الحسین خوب نشده برای حفظ جانش امر امامت به شماست. ازا در مدینه وقتی 40 برگشتن تا بیبی رو تبعید به شام نکرده بودن مراجعه می کردن به زینب کبرا سلام الله علیها، می فرمود به حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود به عمه مراجعه کن. سوال شرعی بیبی پشت پرده می شستن تو منزل، سوال گوش می کردن به کنیز می فرمید برو بگو چنین جوابش می کرد عالمه غیر معلمه. خب کماکان با برنامه اینجا کربلا و با محوریت صحبت پیرامون وجود نازنین و اطهر مبارک زینب کبرا سلام الله علیها مهمون شما هستیم و شما رو با خودمون داریم همراه میکنیم و قدم به قدم توی کربلای محلا داریم قدم میزنیم. پیرامون جایگاه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اگر بخوایم صحبت بکنیم همین دو کلام به قول معروف کفایت میکنه برای اهل فهم. اینقدر که هر زمانی وجود نازنین زینب بر پدر گرانقدرشون صلوات الله علیه مجمعین وارد می شدن حضرت به احترام زینب کبرا سلام الله علیها از جا بر می خواستن و برای او احترام قائل می شدند، که ما نظیر این رو برای آقا رسول الله و دختر گرانقدر و گرانبهاشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم. اینقدر مورد احترام امیرالمؤمنین بودند این دختر بزرگوارشون که او رو امین پدر می‌خواندن. بلای امام حسن و امام حسین هم دارای احترام بسیار زیادی بودند، به حدی که نمی‌خواستن حتی سر سوزنی غم بر دل زینب کبرا بنشینه، علی رغم ارتباط و علاقه متقابل زینب کبرا سلام الله علیها با امام حسن و خاصه با امام حسین علیه السلام، ولی تمام مصائب مشکلات و سختی‌هاشون رو این خواهر و برادر با هم در میون میگذاشتن. اما شأنیت زینب کبرا گاهی اوقات جلوگیری میکرد از اینکه شادمانی او را با گفتن یک مشکل، یک سختی، یک پیچیدگی به قول معروف به ناراحتی مبدل بکنند و اینقدر تحت احترام فراوان بودند. فاصله بگیریم بعد من میخوام برم پیامای شما رو بخونم. شب جنون دل تو بزن به دریا، شب شب جنون دل تو بزن به دریا، بیا عاشقی کن یا علی بگو ماشاءالله، بیا عاشقی کن یا علی بگو ماشاءالله، شب شب جنون دل تو بزن به دریا، شب شب جنون با منی. بیا عاشقی کن یا علی بگو ماشاءالله، بیا عاشقی کن شب شب جنون دل تو بزن به دریا، شب شب جنون دل تو بزن، یا بیا عاشقی کن یا علی بگو ماشاءالله، عشق دل به دل بر دادن، عشق زیر پاش افتادن، عشق پیش پاش جون دادن، تو
سوی عشق و عاشقی، اسم ارباب رو لبه، رو لبه ارباب ما اسم بی بی زینب، رو لبه ارباب ما اسم بی بی زینب. بنت الهیدر، بنت الهیدر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین که اسمش هم شفا بخش است هم قوت قلب. سلام بر ابو فاضل که در رحمت است. خیلی زیاد قرض دارم سید، از این همه قرض خسته شدم، تو رو به مولا سلامم رو برسون و بگو که به من هم عنایت بکنن. 933 0589. سلام آقا سید، تبریک عرض میکنم ولادت عمه جانتون زینب کبرا سلام الله علیها. ما که قسمتمون نمیشه بیایم خدمت آقا امام حسین، شما از طرف ما از امام حسین بخواید که ما رو فراموش نکنن و جوونی که سرطان داره و تو بیمارستان رو شفا بدن. 939 091. سلام قریب مادر، منم یه بنده روسیا ولی گفتم دلم قریبه، آقا خودش قریب نوازه، حتما به دل شکستم نگاه میکنه، آرزوی کربلا دارم، آقا خودت بطلب، میدونم که میتونی، منم نگاه کن. دیوونه امام حسین فاطمی قرهداغی از کرج. سلام آقا سید، خواهش میکنم به امام حسین بگو جان دخترت حضرت رقیه حاجت من و صدقه سری بی بی زینب بده و همه مریضا رو شفا بده. مادر منم همینطور، با تشکر، بزرگداری از کرمانشاه. سلام، واقعا ممنونم از برنامه‌تون، تو رو خدا از امام حسین بخواید که ما رو بخواد و بیاییم، بد جور دلمون میخواد کربلا باشیم. چند روز پیش زائری از کربلا اومد و برای من تحفه آورد، خدا میدونه چه حالی داشتم، تو رو به حضرت علی اصغر ازش بخواید ما هم کربلایی بشیم. 936 55 67. سلام سید حسن، از آقا بخواه و ما دوستان رو بطلبه، التماس دعا دارم برای دختر بچه‌ای که مریضه. 901 389 0. سلام بر ارباب بی کفن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، 10 سال از ازدواج کردم، هنوز بچه دار نشدم، تو رو خدا واسم دعا کنین، خسته شدم از زخم زبون، به حق رقیت آقا جون حاجت روام کن. 938 85 13. سلام آقا جون، جون علی اکبر قسم، ما هم دوتا جوون داریم، تو رو خدا دعا کن به راه راست هدایت بشن. 937 14 57. سلام بر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین، سید جان امشب بر جوری دلم هوای کربلا رو کرده، میدونم نمیتونم هیچ وقت هستم به ذریع آقا برسه، اما واسم دعا کنین که در این شب به من هم ایدی عنایت بکنن. 901 14 38. السلام علیک یا ابا عبدالله، آقا جون دعا برای فرج امام زمان میکنم، از شما میخوام که شفای مریضان و رفع گرفتاری های خانواده ها رو تنظیم بفرمایی، ازت میخوام قسمتم کنیم با خانوادهمون بیایم کربلا، التماس دعا محب به شما. 930 0867. سلام آقا سید، از شما میخوام از طرف من از امام حسین بخوایید، من میدونم من گناهکارم، ازش میخوام همه جوونا رو نجات بده، جوون منم نجات بده، ما رو راهی کربلا کنه. از گرمسار با شماره 939 0998. سلام خدا بر شما آقا جان، همه ما آدم ها خسته ایم، آقامون رو میخواییم، شما رو به همه عزیزانتون قسم میدم تنها عزیزمون آقا امام زمان رو برامون برسونی. مریم از کاشان. سلام بر سالار زینب، آقا جان ولادت خواهرتون رو بهتون
تبریک عرض میکنم فدای علی اکبر شما، از طرف بچه‌های هیئت قمر بنی هاشم مارلیک مارد اگر اشتباه نخونم سلام فرستاده بودن. التماس دعا دارم از شما، خواهرم مریضه، خواهش میکنم دعاش کنید و ما رو به پابوس حرم آقا بخونید. دلم گرفته، به خدا جایی رو جز این در ندارم. 936 55 46. اشکم ز هجر روی تو خوناب شد حسین، موگم ز قصه رشته مهتاب شد حسین، هر جا کنار آب نشستم ز داغ تو، از بس که سوختم جگرم آب شد حسین. یونس کوهکن از گرگان، سلام من به روزه شیب الخضیب، سلام من به ارباب بی سر، سلام من به ساقی اهل حرم، سلام من به زینب کبرا و به قاسم داماد، به اسقر شیرخوار، به رقیه زهرا صفت، به شهزاده اکبر، ارباب محتاجم و به جان زینبت کرمم کن. 937 51 82 2. سلام آقا سید، خسته نموشی، من چندین بار پیاممو دادم و نخوندید، نمیدونم چرا. سلام من رو به آقا برسونید، به آقا علی اصغر شش ماهه ارباب، قسمتون میدم که از آقا بخوای پدر مادر من رو بطلبم، میخوام بیان حاجت روا بشن از محضر امام حسین و چشماشون رو از آقا بگیرند. از اصفهان با شماره 901 1351. با سلام خدمت شما و همه همکاراتون. آقا سید من دستم از ذریع امام حسین کوتاه، ازتون میخوام رو به حرم از آقا بخواید که شفای چشمم و شفای همه مریضا رو بده. یا امام حسین دلم برا قبر شش گوشت پر میزنه، به طلب بیایم پابوست که شده آرزوی اول و آخرم توی این دنیا. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا بهتون سلامتی بده. داوری از قم. مدتی میگذرد از تو ندارم خبری، مدتی میگذرد از تو ندارم خبری، به خدا دوری شما کرده به قلبم اثری، گرچه از دوری این فاصله ها مایوسم، ولی از فاصله دور شما را میبوسم. تقدیم به آقای خوبی ها، التماس دعا جون به حق دختر 3 سالت حاجت ما رو هم بده. مرادیان از چالوس. یا امام زمان، هر نوکر مولایی دارد، مولای من توی، عهد میکنم نوکر خوبی باشم، میدانم که در انتظاری، من نیز در انتظار تو هم، اما نوکر به صاحب خانه مینازد، دوست دارم با تو باشم، هرچند نوکر بالیاقت نیستم، به جان مادرانت فرمان بردارم، اما دستم بسته شده، بازش کن که این نوکرت نامش محمد است. 935 96 27. قطعه کوتاه و دوست داشتنی بود، خیلی ممنونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حسین شهید. شبکه نورانی سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام افتخاری برای همه شیعیان جهانه. ممنونیم که ما رو کربلایی میکنید، خسته نباشید آقا سید و دست اندر کارانتون. 938 34 96. برای تان این گونه آرزو می کنم، آن زمان که در محشر خدا بگوید چه داشتی، حسین سر بلند کند و بگوید حساب شد، مهمان من است. با عرض سلام و خسته نباشید به شما، رضایی هستم از کرج، 38 سالم و حدود 8 سال از مشکل قلب دارم. برای همه بیماران از شما التماس دعا دارم و برای قلب بیمار منم دعا کنید و نایب و زیاره باشید. با تشکر از شما و زحمتکشان شبکه امام حسین علیه السلام. ممنونیم که واقعا ما رو مورد لطف و مرحمت خودتون قرار میدین. ما کمتر از این هستیم، ولی همین اندازه که ما رو به عنوان یک نایب
در کربلا قبول دارید و نوکر آسید شهدا میشناسین، واقعا فخری است و تاجی بر سر ما که الهی به برکت دعای شما این تاج از ما گرفته نشه و دوام نوکری برای ما ثبت شده باشه. سلام آقا سید، من به دعایی که برای خودتون کردید که خدا در کربلا بهتون خونه بده آمین گفتم و از خدا خواستم که محقق بشه. موفق باشید. ممنون از برنامه‌تون. ستایش از مشهد. ممنونم، لطف دارید. انشالله خدا برای همه بیخونه ها خونه بسازه و اسباب خیرش رو فراهم بکنه، برای جوان ها خاصه، تا یه مقدار بتونن بار زندگی رو تحمل بکنن و فشار و سختیش رو. نازمان آموزگاری که در یک نصف روز دانش آموزان عالم را همه دانا کند، ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین، بعد از آن با خون 72 تن امضا کند. سلام بر سید و سالار شهیدان، اسعد الله ایامک یا ابا عبدالله. سلام آقا سید، خسته نباشی، بر شما هم این ولادت مبارک باشه. التماس دعا داریم. 935 0347. خیلی ممنونم. انشالله بر همه شما بینندگان هم مبارک و میمون باشه. بریم انشالله فرصت بشه باز دوباره پای پنجه آرزوها برمیگرد. باب السلطانیه. هرچند عنوان سلطان لقب خاصی است که مخصوص حکمرانان عالم سیاست است، هرچند دایره شمولش محدود است و هرچند حیطه‌اش منحصر به فرد است و در انحصار عده‌ای خاص، لیکن آنجایی که در چارچوب والیان مسند ولایت قرار می‌گیرد، از تمام منظورها و مفاهیم بالا خارج می شود و آن انحصار خاصش عام می شود، چنان که زائران بارگاه ابا عبدالله خاصان عالمند که مفتخر به چنین عنوانی شدند. پس لقب سلطان از انحصار عده‌ای خاص خارج می شود و در محدوده گسترده عام شدنش دیگر باره تخصیص خاص شدن را برای خیش برمی گزیند. دلباختگان حضرتش موالیان دربار معرفتند، پس باید آنچه زیبنده سلاطین و حکمرانان عالم است در مقام تحییت چنین عظمتی بر آنان منتسب دانست، و چه بسا وسعت گزینش بهترین ها برای آنان در مقام کم بودن جلوه نمایی می کند. حال آنکه باب السلاطین معبر ورودی سلاطین مملکت عشق است، محل ورود بزرگان دولت دل است، و این یعنی باب السلاطین گوشه ای از آن عظمت، آن هم در توقفگاه تمام حرکت ها. باب السلاطین یعنی نوعی خاص از تفاخر، گونه ای شایسته از تعریف و گزینه ای در خور بزرگ منشی های اربابی که عنوان سلطان را به محبین خیش اعطا می کند، و آن هم چه عطایی؟ عطایی از جنس عشق حسینی، موهبتی از نوع عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم.
باب السلاطین یعنی اکنون که میعاد زیارت قرار گرفتم، رتبه ای را حائز گردیدم که چه بسیار سلاطین از گذشته تا کنون به دست نیاوردند. باب السلاطین یعنی نوعی کشورگشایی، آن هم تصرف کشور دل. باب السلاطین یعنی معبر فاتحان فتح المبین، یعنی اکنون که از اسارت نفس خروج پیدا کرده ایم، باید اسباب و امکانات را آنچنان فراهم دید که زیبنده آنانی باشد که در مرتبه چنین عنوانی قرار گرفتند. از سلاطین چه تعبیری؟ قدر متیقین گمان را به سوی بیگمانی رهنمون می سازد و آن هم در موقعیت حضور و در هنگامی ورود باب السلاطین، یعنی تعبیری نظیر فرش قرمزی که در استقبال از عمرا و عالی رتبگان تعریفی در خور ستایش خوش آمدی به خود می گیرد. باب السلاطین یعنی مسیری که محل تجمع فرشتگان استقبال کننده است، یعنی معبری که قامت افراشتگان هم قامت عشق را در دلربایی معشوق توصیف می کند، یعنی آنچه زیبنده زیبندگان زیبنده عشق است. باب السلاطین یعنی تعریفی در مقام کنایه، آن هم کنایه‌ای که بسیاری وضوح اندک تفسیر مختصری از آن است. باب السلاطین یعنی استعاره‌ای که چینش کلمات را در توازن معانی در خیش مستغرق می کند. باب السلاطین چه تعبیری، چه عنوانی، چه تعریفی، چه شاکلی، چه روایتی و چه تفسیری؟ باب السلاطین یعنی تأثیر پذیری تأثیر بی نهایت های عشق ورزیدن. باب السلاطین یعنی تمرکز تمام نمای دوربین های مشاهده کننده، یعنی نوعی حیرت برای آنان که در مقام عناد ورزیدن با این درگاه الهی هستند. یعنی ای تمام کسانی که ایمان نیاورده اید، ایمان بیاورید که حسین فقیر و غنی، ضعیف و توانمند، کوچک و بزرگ را به چشم رحمت للعالمینی جد بزرگوارش با حسن خلق مصطفی پذیراست. یعنی اکنون که آمده ای، بارقه ناشایستگی خود را در این درب ورودی به مشاهده بنشینی و بنگری که باید چگونه بنگری، آن هم نگریستنی از نوع نگاه سلطان به رعیت و اعطای عنوان پادشاهی، و این یعنی حسینی شدن، یعنی برگزیده شدن، یعنی سلطان شدن. و باب السلاطین یعنی دایرة المعارف تمام این عنایت ها، تمام این نگریستن ها، یعنی مرور فرهنگ نامه ای که دایره لغاتش بی انتهایی را در نگاه خیش به تصویر می کشد. چقدر زیباست ورود از این مسیر و چقدر گواراست این زمحریر گوارای کوثری، چرا که باب السلاطین یعنی درک تمام اشاره های حسینی هنگام ورود به آستان کبریایی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و این یعنی انتخابی که تمام وسعت لایتناهی همراهی را فریاد میزند که آقای من، یا لیتنا کنا معک. خب یک بار دیگه سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و امیدوارم که تا اینجا دوست داشته باشید. درب بهشتی رو هم رفتیم با هم دیدیم، پنجره آرزوها هم حاضر شدیم. در رابطه با وجود نازنین حضرت زینب کبری سلام الله علیها، واقعا واقعا به اتم جمله و لغت زبان الکن از وصف این بانوست. وقتی خداوند چنان کنیه و لقبی رو برای ایشون به عنوان زین اب انتخاب میکنه، در حالی که پیغمبر فرمود امیر المؤمنین زینت زمین و آسمان ها هست، ولی اون مقامی دارد که زینت دامان علی میشود، خود حدیث مفصل به خانزین مجمل. و اما داستان و جریان نامگذاری حضرت زینب سلام الله علیها رو قطعا
شنیدید، ولی دوست دارم براتون بخونم. روایت شده که پس از ولادت زینب کبری سلام الله علیها، حسین علیه السلام که در آن هنگام کودک 3 یا 4 ساله بود به محضر رسول خدا آمد و عرض کرد خداوند به من خواهری عطا کرده است. پیامبر با شنیدن این سخن منقلب شدند و اندوهگین و اشک از چشمانشون سرازیر شد. ابا عبدالله حسین علیه السلام پرسیدند که یا جدا، برای چه اندوهگین و گریان شدی؟ پیامبر صلوات الله علیه فرمودند ای نور چشمم، راز آن را به زودی برایت برملا خواهم کرد. تا اینکه روزی جبرئیل نزد رسول اکرم آمد در حالی که گریه می کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از علت گریه او پرسید. جبرئیل عرض کرد این دختر، یعنی زینب کبری سلام الله علیها، این دختر از آغاز زندگی تا پایان عمر همواره با بلا و رنج و سختی و تعب همراه خواهد بود و دست به گریبان. گاهی به درد مصیبت فراق تو دچار می شود، زمانی دست خوش ماتم مادرش می شود و سپس ماتم و مصیبت جانسوز پدر جگر او را می سوزاند و داغ برادر او را می آزارد و از این مصیبات دردناک سختر و افزونتر زمانی است که مصیبت جانسوز کربلا مبتلایش می کند و گرفتار می آید، به طوری که قامتش خمیده شود، موی سرش سپید گردد. پیامبر صلوات الله علیه گریان شد و صورتش پر از اشک شد و به خاطر زینب گریست و برای او گریه سختی کرد تا آنجایی که دخترش زهرا سلام الله علیها از پدر پرسید. پیامبر بخشی از مصائب رو برای او بازگو کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدند ای پدر، پاداش کسی که بر مصائب دخترم زینب گریه کند چیست؟ پیامبر فرمودند پاداش او همانند پاداش کسی است که بر مصائب حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین گریه می کند. یعنی گریه برای زینب یک نفر معادل گریه برای دو نفر حسن و حسین است. تنها یک روایت رو اشاره می کنم. چشمی که برای حسن گریه کند در روزی که چشمها گریان است دیگر اشکبار نیست و خندان است. چشمی که به اندازه بال مگسی برای حسین نمناک شود بهشت بر او واجب است. خود حدیث مفصل به خانزین مجمل. خدا دیو شور و شر پر شده تو عالمه، ذکر لبهامون شده یا
شریکت الحسین یا شریکت مصطفی دلداد مصطفی دلداد مجتبی بی تابشه مصطفی دلداد مجتبی بی تابشه یا حسین و یا حسین این ضربان قلبشه این ضربان دیدمان یه شهر دمه دل ما غرق حرارته رسیده بانوی شهر دمشق دل ما غرق حرارته رسیده دختر شیر خدا رسیده خواهر حضرت عشق رسیده همه ی هستی فاطمه عالمه ی بی معلمه همه ی هستی فاطمه عالمه ی بی معلمه غصه نداری تا وقتی که غصه نداری تا وقتی که حامی تو شه علقمه حامی تو شه آرزومه یک شبی با کمال احترام رو به رو گنبد بگم زینب کبرا زینب کبرا. خب این هم راز این که بعضی ها غالب و قائل به این قضیه هستند که ولادت زینب یعنی ولادت گریه. شاید جمله مقدار فضای عشقی داره ولی با اون روایتی که الان تقدیم شما کردم فهمیدید که چرا وقتی زینب کبرا به دنیا آمد چشمها گریان شد، به خاطر اینکه او رو ام المصائب نامیدند. در عرب یک صفتی، یک حرکتی، یک چیزی که در وجود یک شخصی خیلی بارز باشد یا به اب یا به ام میخوانند. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها این همه مصیبت رو در خودشون جای دادن ولی باز هم در برابر دشمن قد خم نکردن، وقتی اونجا پرسید که خب برادرت را کشتیم چگونه دیدی، فرمود ما رأیت الا جمیلا، حقا او ام المصائب، ریشه مصیبت ها همه در نزد اوست. دارای صفات و خدمت شما عرضم فضائل و مناقب فراوانی است که باز هم زبان یارای وصفش رو نداره. خیلی کوتاه این رو میخوام براتون بگم. حضرت زینب بانوی بلند قامت، نیکو چهره و عالی مقام بود که در وقار و شخصیت به جد بزرگوارش آقا رسول الله رفته بود. در حیا و عفت چون فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. در رسائی و شیوائی بیان یعنی فصاحت و بلاغتش نظیر نداشت، همچون پدر بزرگوارش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که وقتی در کوفه شروع کرد به صحبت کردن همه سکوت کردند. نوشتند همه چیز ساکت شد، حتی دیگه صدای تنفس مرکبها و اشتران هم نیومد. خیلی ها جا خوردن گفتن یا للعجب، علی در 19 رمضان در همین مسجد در محرابش ضربت خورد و در 21 به شهادت رسید، ولی دوباره صدای علی به گوش ما میرسه، صلوات و درود خدا بر او باد. در حلم و بردباری چون حسن ابن علی علیه السلام امام صبر پیشه بود و در شجاعت و قوت قلب مانند ابا عبدالله حسین علیه السلام بود که واقعا بعد از واقعه کربلا شجاعت ابا عبدالله زبان زد بود و توانایی هدایت یک قافله و مباحثه با دشمن رو در زینب کبرا پس از او دیدیم. در فصاحت و بلاغتش یک چیز رو توی پرانتز بگم بریم برگردیم به امام زمان میخواییم دعا بکنیم. در سن 6 سالگی کمتر، بعضی روایت ها 4 سالگی داره که خطبه بسیار سنگین و قوی و جهت لغتی و ادبیاتی خاص حضرت
فاطمه زهرا سلام الله علیها مشهور به خطبه فدکیه رو حضرت زینب از بر بود و با همان قوت میخواند، تا جایی که خیلی از راویان و تاریخ نویسان خطبه فدکیه رو به استناد کلام زینب کبرا سلام الله علیها بیان میکنند. این خانواده کلن خانواده ادب، بلاغت و فصاحت کلام و هوش و درایتند. زمین و کل زمان را بیا و زیبا کن، زمین و کل زمان را بیا و زیبا کن، حکومت علوی را دوباره برپا کن، ببند بر سرت امامه پیمبر را دوباره زنده بکن، اعتبار حیدر را. روزی هزار بار دلت را شکسته ام، من عشق چشمان تو را به خاطر گناهان بیشمارم درآوردم، اما مولای من امید به نگاهت دارم. هر بار این تو بودی و رسیدی و در زدی، و هر بار این منم که در خانه ام را بر تو بستم. با من عهد شکن چه می کنی مهدی جان؟ امام حاضرم، امروز روز میلاد عمه جانتان زینب کبرا سلام الله علیها است. تو را به جان عمه جانت نگاه بان کن. اللهم عجل لوليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم عرفتنا بذلك منزلته، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب
صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. کربلایی چه شور و نوایی نسیم خدایی رسد بر مشامم عجب کربلایی چه شور و نوایی نسیم خدایی رسد بر مشامم دلم میزند پر به دیدار دلبر گدایم بر این در رسانید پیامم هر که عاشق کربلاست جنس دلش جنس تلاست نوکر فاطمه شدن فقط کار اهل ولاست ممنونم از غمت میخونم کرده ای مهمونم من به تو مدیونم سار الله سار الله سیدی سار الله سیدی سار الله سیدی سار الله سار الله سیدی سار الله سیدی سار الله سیدی سار الله